انتخاب سطرها و ستونها. برای اینکه بتونیم عملیات مختلف رو بر روی سطرها و یا ستونها از یک کاربر یا ورکشیت انجام بدیم، لازمه که ابتدا اونها رو انتخاب کنیم. برای انتخاب کامل یک سطر یا ستون میتونیم از روش‌های زیر استفاده کنیم. روش اول، من ابتدا میخوام سطر 20 رو انتخاب کنم. اشارهگر موس رو بر روی عنوان سطر 20 اینجا من قرار میدم. اشارهگر موس رو بر روی سطر 20 قرار میدم تا شکل اون به این حالت ارو لفت ظاهر بشه. سپس بر روی سطر 20 کلیک چپ میکنم. الان ما تونستیم سطر 20 رو انتخاب کنیم. اگر بخوایم کالوم یا ستون کیو رو انتخاب کنیم، اگر باز مکان نما رو قرار بدیم، اینجا یک ارو داون ظاهر میشه که من میخوام اینجا کالوم کیو رو انتخاب کنم. اینجا من روش کلیک چپ میکنم. روش دوم برای انتخاب کامل سطر یا ستون اینه که اگر قرار باشه من سطر 20 رو کامل انتخاب کنم، میام اینجا در یکی از این سلول ها کلیک چپ میکنم. ببینید، من سطر 20 رو میخوام انتخاب کنم، در یکی از ستون ها کلیک چپ کردم و از کلید ترکیبی شیفت و اسپیس استفاده میکنم. شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و اسپیس رو میفشارم. پس ببینید، برای انتخاب یک سطر، علاوه بر اینکه من اینجا میتونم مکان نما رو قرار بدم و کلیک چپ کنم، از کلید ترکیبی شیفت، اینجا اگر ملاحظه کنید نوشتم شیفت به علاوه اسپیس، حالا اگر این کنترل رو ندیده بگیرین، از کلید ترکیبی شیفت به علاوه اسپیس میتونیم استفاده کنیم. برای انتخاب کامل یک ستون، مثلا ستون کیو، من میام اینجا در یکی از سلول هاش کلیک چپ میکنم و اینجا از کلید ترکیبی کنترل به علاوه اسپیس استفاده میکنم. از کلید ترکیبی کنترل، ببینید، کنترل و اسپیس خالی، کنترل از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و اسپیس رو میفشارم. تونستم کالوم رو انتخاب کنم. برای انتخاب چند سطر یا چند ستون مجاور، من اینجا میام روی ستون 20 اینجا کلیک چپ میکنم و ستون 20 رو انتخاب کردم. برای انتخاب سطرهای 20 21 22 تا 25 من میتونم اینجا مکان نما رو اینجا نگه دارم و با درگ کردن بیام این 5 تا یا 6 تا سطر رو انتخاب کنم. برای ستون ها به همین صورت میام روی ستون کیو کلیک چپ میکنم، مکان نما رو اینجا قرار میدم، کلیک چپ میکنم و کلیک چپ رو پایین نگه میدارم و به سمت چپ حرکت میکنم. ببینید، هنوز انگشت سبابه من رو کلیک چپ قرار داره. اصطلاحاً با درگ کردن اومدم یه سری سلول های مجاور رو انتخاب کردم. یه زمانی هست من میگم میخوام سطر 20 رو انتخاب کنم. روی سطر 20 من اینجا میام کلیک چپ میکنم و بعد میگم آقا میخوام از سطر 20 تا سطر 26 رو انتخاب کنم. حالا محدوده بزرگیه. ابتدا سطر 20 رو با زمانی که مکان نما به این حالت تبدیل میشه ارو لفت قرار میدیم و سطر 20 رو کامل انتخاب میکنیم و کلید شیفت از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و روی سطر 26 میام اینجا زمانی که مکان نما به این حالت تبدیل میشه کلیک چپ میکنیم. ببینید، تونستیم این محدوده رو انتخاب کنیم. برای انتخاب محدوده ستونهای کالومن کیو تا وی باز به همین صورت، ابتدا مکان نما رو روی کالومن کیو قرار میدم تا به این حالت تبدیل بشه، حالت ارو داون کلیک چپ میکنم. حالا کلید شیفت از صفحه کلید رو من پایین نگه میدارم، همزمان که کلید شیفت از صفحه کلید پایینه، روی کالومن وی میایم چیکار میکنیم؟ کلیک چپ میکنیم. تونستیم این محدوده رو انتخاب کنیم. حالا برای اینکه محدوده رو از انتخاب خارج کنم، میام توی یکی از این سلول ها کلیک چپ میکنم. یه زمانی هست میخوایم کالوم کیو اس و یو رو انتخاب کنیم. من ابتدا مکان نما رو کالوم کیو قرار میدم تا انتخاب بشه، سپس کلید کنترل از صفحه کلید رو پایین نگه میداریم، روی کالوم اس و روی کالوم یو کلیک چپ میکنیم. ببینیم، تونستیم با نگه داشتن کلید کنترل بیایم چیکار کنیم؟ بیایم کالوم ها یا ردیف ها یا سطر ها، اینجا میخوام سطر 20 رو انتخاب کنم، 22 24 26، حالا کلید کنترل از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم، روی 22 زمانی که مکان نما به حالت تبدیل میشه کلیک چپ، روی 24 کلیک چپ، روی 26 هم کلیک چپ. با استفاده از کلید کنترل تونستم سطرها یا ستون های غیر همجوار رو انتخاب کنم. یه زمانی از کل کاربرگ یا کل شیت رو میخوایم انتخاب کنیم، ما باید بیایم اینجا روی این قسمت، روی محل تلاقی سطرها و محل تلاقی ستونها، روی این قسمت که الان مثلث داره، اینجا من کلیک چپ کنم
ببینید کل کاربرگ انتخاب شد. اگر بخوام این کاربرگ رو از آلت انتخاب خارج کنم، تو یک سلول کلیک چپ میکنم و یا از کلید ترکیبی کنترل به علاوه A. ببینید با استفاده از کلید ترکیبی کنترل به علاوه A من اومدم تمام کاربرگ رو انتخاب کردم، در یک صفحه کلیک چپ میکنم. یه زمانی هست یک سلولی رو که در واقع یه سری اطلاعات داره، یعنی یه محدوده ای رو شامل یه سری سلول ها هست میخوام انتخاب کنیم، من اینجا میام رو عدد 18.5 کلیک چپ میکنم، میخوام کل این ناحیه را که شامل این اطلاعات هست اینها رو انتخاب کنم. از کلید ترکیبی کنترل شیفت اسپیس، اینجا براتون نوشتم کنترل شیفت و اسپیس رو همزمان باید پایین نگه داریم. من کنترل از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم، شیفت و اسپیس. ببینید تونستیم یک سلولی رو که یک ناحیه از اطلاعات رو شامل میشه با استفاده از کلید ترکیبی کنترل شیفت و اسپیس انتخاب کنیم.